امروز 15 ماه می 73 سال روز تشکیل کشور اسرائیل، این روز در بین فلسطینیان به روز نکبت مشهوره و هر سال تجمعاتی در سراسر دنیا در این روز برگزار میشه. امروز هم همزمان با تشدید درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان تجمعهایی در بعضی شهرها برگزار شده. همکارانم تاجالدین سروش از لندن و نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما هستند. تاجالدین، از تو شروع میکنم. در لندن چقدر این جمعیت زیاد بوده؟ چه شعارهایی میدادن؟ و فرداد آنچه در غزه میگذره، اینجا خشم ساکنان و شهروندان بریتانیا را برانگیخته. در اینجا امروز هزاران نفر، من میتونم بگم که بیش از 5-6 هزار نفر امروز اینجا در مقابل سفارت اسرائیل در لندن تجمع کردند و خشمشان را علیه رهبران دولت اسرائیل و علیه کسانی که از اسرائیل حمایت میکردند ابراز داشتند. اینها خواستهای متفاوت داشتند. یکی از خواستهایشان از دولت بریتانیایی بود که فروش تسلحات به اسرائیل را متوقف بکنه و نفروشه و از گروه های فلسطینی حمایت بکنه و آتش بس در منطقه تامین بکنه و از طرف های درگیر بخواین که آتش بس بکنن و درگیری پایان بیافه. همچنین تظاهر کنندگان با پرچم فلسطین و آدمک های بعضی رهبران کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه تامین کردن در این اواخر اونا با خود داشتن و علیه اونها هم شعار سر می دادن. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، هم از پاریس به ما پیوسته. نیلوفر، همین نیم ساعت پیش دیدم توییتی کردی که مقامات فرانسوی اصولاً برگزاری تظاهرات رو ممنوع کرده بودن، دلیل و توجیهشون چه بوده؟ بله دقیقاً، وزارت کشور فرانسه اجازه رو داده بود برای ممنوع کردن این تظاهرات. شهرهای دیگه برگزار شد، به آرامی هم برگزار شد، ولی فرمانداری پاریس این تظاهرات در پاریس رو ممنوع اعلام کرد. به خشونت کشیده شد، درگیری بین کسانی که اومده بودن و حق خودشون میدونستن که در این تجمع شرکت کنن در حمایت از مردم فلسطین و پلیسی که با ماشین‌های آپاش و پلیس ضد شورش به استقبالش اومده بود. شاید ببینید پشت سر من ماشین‌هایی رو که ایستادن، پلیس‌هایی که هنوز در خیابون هستن، ولی همچنان گروهی تجمع کوچیک کوچیکی در اطراف این منطقه‌ای که قرار بود از اول درش صورت بگیره این تظاهرات امروز وجود داره. پلیس همچنان به حالت آماده باشه، 4200 نیروی پلیس رو اینجا بسیج کردن. چیزی که در توجیه میگن اینه که نگران از برهم خوردن نظم عمومی بوده و اینکه در شرایط مشابه 7 سال پیش تظاهراتی که صورت گرفته بود به خشونت کشیده بود، شعارهای علیه یهودیان سر داده شده بود، به اماکن تحت مالکیت اونها خساراتی وارد شده بود، ولی امروز اینجا چنین اتفاق نیفتاد. شعارها، اگر مثلا شعار میدادن علیه دولت اسرائیل، در کنارش فرانسه رو هم همدستش میدونستن و نگران بودن و انتقاد میکردن از اینکه حق آزادی بیان اونها سلب شده و اجازه برگزاری این تجمع به اونها در آرامش داده نشده. و اون گروه و انجمنی که این تظاهرات رو در واقع طراحی کرده بودن گفتن که برای این تصمیم به شورای عالی کشور شکایت خواهند کرد. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس و تاجالدین سروش در لندن، ممنونم از هر دو شما در تظاهراتی که در نقاط مختلف اروپا در جریان هست.